خانم‌های عزیز، اگر مایلید زوایای تاریک مردها را روشن‌تر ببینید، پس لطفاً چهره این 10 زن را که هر کدام در عصر و دوره خود مشهورترین زمانه بودند را به مردها نشان دهید و از او بپرسید از میان این 10 زن مشهور کدام یک را بیشتر دوست دارد، تا با زوایای روح او بیشتر آشنا شوید. و ما در این ویدیو توضیحات لازم درباره هر کدام از چهره ها را خواهیم داد. البته لازمه به ذکر است که هر یک از این چهره ها اثر یکی از نقاشان برجسته جهان است. و اما اولین چهره، کریستینا، اثر فرانچسکو هایز. اگر مردی این زن را پسندید، او مردی است دارای طبع رمانتیک، خوش صحبت، لباسهای تیره دوست دارد، بنده فلک نمی شود، اما بنده عشق چرا؟ گل و زن را یک جا می پسندد، نامه های عاشقانه‌اش را هرگز نمی سوزاند. زن او باید ایدئال باشد، شکست و ناامیدی در زندگی او خطرناکند، ممکن است او را به سوی الکل سوق دهد. در زندگی با این مرد، عشق همیشه عشق باقی می ماند و به عادت مبدل نمی شود. زنی با حجاب، اثر رافائل. اگر مردی این زن را انتخاب کرد، او مردی است خودخواه، هیچ نمی‌دهد، اما توقع اطاعت کورکورانه و فداکاری دارد. پرجوش و خروش است. استعداد پول درآوردنش خیلی زیاد است، ولی به دفعات مرتکب کارهای ابلهانه می‌شود. از این خطاها خودش بیشتر از سایرین رنج می‌برد. اگر ولش کنید، برای خودش خلیفه بغداد می‌شود و یک حرمسرا را می‌اندازد. او را باید زود پابند کرد. حتما چند تا بچه به گریبانش آویزان کنید. برهنه دراز کشیده، اثر آماده و مولدلیانی. مردی که این زن را انتخاب می کند، تقریبا سلیقه‌ای مدرن دارد. به ظاهرش بیشتر از باطن توجه می کند. از رنگ آب خوشش می آید. زندگی را سخت نمی گیرد و در دنیای عشق مرد اطمینان نیست. اما مرد توجه زنها نیز هست. برای زندگی با او حتما باید فوتوفن آن را بلد بود. پریماورا، اثر بوتچلی. اگر مردی از این زن خوشش آمد، او بیشتر طرفدار زنان دخترنما است تا دختران زننما. سلیقه‌اش بد نیست، فهمیده چه می‌خواهد. در آداب معاشرت بی قید است. به اصطلاح اتیکت سرش نمی‌شود. این نقص فقط به خود او صدمه می‌زند. در باطن همچنان بچه و بازیگوش باقی مانده است. پول دوست است. حتی اگر قرار باشد روزی بین عشق و پول یکی را انتخاب کند، بیشک دنبال پول می رود. زیرا به عقیده او با پول می شود همه چیز را خرید. زن جوان، اثر آنتونیو دل پولیولو. اگر مردی این زن را انتخاب کرد، ایدئالیستی است خجالتی که عاشق زندگی در خانواده است. از زنهایی خوشش می آید که مثل او ایدئالیست باشند، اما نه خجالتی. سلیقه او را پیدا کردن خیلی مشکل است. وقتی شناگر قابلی می شود که زنی خجالتی تر از خود پیدا کند، یافتن چنین زنی هدف اوست. خودتان را با خواست او هماهنگ کنید. مارت د فلوریان، اثر جیوانی گلدینی. اگر مردی این زن را پسندید، او مردی است قدیمی. اسمش را نمیتوان امول گذاشت، اما ذوق او کلاسیک است. احساسات لطیفی دارد. به پول زیاد اهمیت نمیدهد. مرده و کشته عشقهای شورانگیز است و یقیناً با عشق ازدواج کرد. وگرنه مثل او را نمیشود بی عشق به تور انداخت. مونالیزا، اثر لئوناردو داوینچی. اگر مردی این زن را پسندید، او مردی است با طبع ملایم، اما کمی تودار. می توان او را رازدار دانست. درباره هیچ چیز لبتر نمی کند. از نظر ردبندی شوهران، یک شوهر درجه 2 است. آن هم با وجودی که رموز زنداری را به خوبی می داند. زنهای عاقل می توانند روی این تیپ مرد حساب باز کنند. ضمناً بد نیست بدانی که در عشق هم حسابگر است. ارما برنو، یا زن وینی، اثر ادوار مانه. اگر مردی این زن را پسندید، او خیلی ساده و دوست داشتنی است. نظر پاکی دارد. به سر و وضع زنش خیلی میرسد و مایل است وقتی با زنش وارد مجلسی می شود، همه چشم‌ها متوجه آنها شود. دیر قهر و زود آشتی است. بدون زنش هیچ است.
زنی می‌خواهد که در زندگی چراغ راهش باشد، نه چاه راهش. اگر عاشق شود، بند می‌گسلد و پیشاپیش باید گره این بند را محکم کرد. ژن ساماری، اثر پیر آگوست رنوار. اگر مردی این زن را پسندید، او مردی است ناسازگار، لجوج، زود خشم، طماع، جاه طلب، ولی از زنش توقع زیبایی، ملایمت، بردباری و حرارت دارد. در زمینه مد سلیقه به خصوصی دارد. مدهای مربوط به نسل گذشته را میپسندد. در باطن همسرش را میپرستد، ولی از فرط خودخواهی چنین رازی را به زبان نمی آورد. مواظبش باشید. و پورتری آخر مربوط است به ونوس در برابر آینه، اثر تیسن. اگر این زن را پسندید، او مثل آفتاب گرم است و جانبخش. خوشحالی همیشگی دارد. هرگز از کوره در نمی رود. در میدان مبارزه بین عقل و احساس، جانب احساس را می گیرد. او بیش از یک بار زن نمی گیرد. زن او باید احساسات مادری فراوان داشته باشد. آغوش چنین زنی پناهگاه ابدی اوست. زندگی با او لذت دارد.